رهبران، کارگزاران و مهره‌های باند رفسنجانی روحانی این روزها بر ضرورت رسیدن به توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 در زمینه مذاکرات هسته‌ای تاکید می‌کنند و با ابراز نظرهای مثبت در مورد چشم‌انداز مذاکرات آتی آنچنان اظهار نظر می‌کنند که یک نوع بیتابی و شتاب زدگی برای رسیدن به توافق در اظهار نظرهای آنان مشاهده می‌شود. کارگزاران باند رفسنجانی روحانی از هر تریبون و هر مکانی از جمله در بیوت مراجع حکومتی در قم به نیروهای وارفته رژیم شیرفهم می‌کنند که اوضاع اجتماعی و اقتصادی رژیم خراب است و اگر راه نجاتی از خفگی اقتصادی برای رژیم باشد توافق در زمینه هسته‌ای است. کارگزاران باند مربوطه به خوبی می‌دانند که مشکل نظام آخوندی در زمینه اقتصادی رکود است و تا زمانی که کشور از حالت رکود خارج نشود سایر مشکلات نظام حل نمی‌شود. علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در دیدار با موسوی اردبیلی با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روند قابل قبولی دارد می‌گوید تیم مذاکره کننده باید با تدبیر و تلاش در گام نهایی حقوق هسته‌ای را حفظ کند. مشکل اصلی اقتصاد کشور رکود است و تا کشور از این حالت خارج نشود مشکلات حل نمی‌شود. رفسنجانی در دیدار با وزیر خارجه اتریش با شکایت از سختگیری‌های کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکره با رژیم نیاز رژیم به پیشرفت مذاکرات را به طرف مقابل گوشزد می‌کند و می‌گوید اصل مسئله پیچیده نیست ولی به خاطر اهداف سیاسی این پرونده پیش‌بینی روشن مشکل است. البته امیدوار به دورنمای روشنی هستیم. اگر غرب می‌خواهد مسئله به صورت فنی حل شود زمان زیادی نمی‌خواهد چون زمینه‌ها برای توافق نهایی آماده است. رفسنجانی با عقب نشینی از مواضع پیشین نظام ولایت فقیه در شاخوشان کشیدن‌های پوشالی برای کشورهای غربی و عقب نشینی در مورد حق مسلم هسته‌ای به مخاطب می‌فهماند که رژیم آخوندی سر عقل آمده و خواستار تفاهم با جامعه جهانی است. رفسنجانی در ادامه صحبتش می‌گوید ایران بارها اعلام کرده از عواقب جنایتبار سلاح اتمی متنفر است و در اهداف سیاسی خیش به رویارویی با جهان نمی‌اندیشد. ظریف وزیر خارجه کابینه دولت آخوند حسن روحانی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اتریش رویکرد نظام ولایت فقیه به مذاکرات هسته‌ای را مثبت خوانده و گفته است این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و در آن به توافقی دست خواهیم یافت. روزنامه مردم سالاری سوم اردیبهشت از قول یک نماینده مجلس رژیم وابسته به باند رفسنجانی روحانی اندر فواید مذاکرات هسته‌ای می نویسد فواید مذاکرات هسته‌ای بیش از هزینه های آن است. نماینده دیگری از باند رفسنجانی روحانی به نام جوکار نگران این است که تندروها از هر دو طرف بازی و میز مذاکرات را به هم بزنند، اما با استناد به حمایت خامنه‌ای و نیاز ولی فقیه به مذاکرات پیش بینی می کند که تندروها در این زمینه ناکام خواهند ماند و می افزاید شاید به نظر برسد که مشکل اصلی ما تندروهایی هستند که در هر دو طرف تیم مذاکره کننده یعنی ایران و 5 به علاوه 1 حضور دارند و می خواهند کارشکنی کنند. در این خصوص باید بپذیریم که در ایران هیچ کس نمیتواند چوب لای چرخ مذاکرات بگذارد زیرا مقام معظم رهبری تعیین کننده سیاست های کلان کشور هستند. روزنامه حکومتی ابتکار 17 بهمن شرایط اضطرار نظام آخوندی را در صورت ادامه تحریم ها علیه رژیم چنین توصیف میکند که اگر رژیم با زانوان خونین پای میز مذاکره نمیرفت خفگی اقتصادی به وضعیت فلاکتباری می رسید. روزنامه ابتکار در این زمینه می نویسد اگر تحریم ها ادامه می یافت و باقی مانده صادرات نفتی ایران هم قطع می شد قیمت دلار در ایران چقدر می شد؟ 5,000 تومان، 6,000 تومان یا 10,000 تومان؟ و یا نرخ تورم چه مرزهای تازه ای را می شکست؟ 100%، 200% یا حتی بالاتر؟ مطمئناً بدون این توافق ژنو تهیه بودجه برای سال غیر ممکن می شد. با توجه به این اوضاع فلاکتبار است که بیتابی عناصری مانند رفسنجانی، ظریف، لاریجانی و نمایندگان وابسته به این باند در مجلس رژیم قابل توجیه و تعبیر است. وضعیت خفگی اقتصادی رژیم این روزها
هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کنند و آخوند روحانی و کارگزاران حکومتش هر تریبونی که گیر می‌آورند برای شیرفهم کردن باند مقابل و نیروهای وارفته نظام استفاده می‌کنند و بر ضرورت برون رفت از این وضعیت تاکید می‌نمایند. آخوند روحانی و کارگزارانش برون رفت از حال قفل و خفگی اقتصادی را مشروط به موفقیت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌دانند. همانطور که آن نماینده مجلس رژیم از کارشکنی تندروها اظهار نگرانی کرد، از نظر باند رفسنجانی روحانی در صورتی که فرصت مذاکرات از دست برود، هیچگاه فرصتی برای برون رفت نظام از خفگی اقتصادی وجود نخواهد داشت و بحران‌های پی در پی گریبانگیر نظام ولایت خواهد شد. البته این باند غافل از این است که به فرض اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها علیه رژیم لغو شود، آثار زهر تمامی پیکر فرتوت نظام ولایت فقیه را در بر می‌گیرد و در هر شرایطی به نتیجه رسیدن مذاکرات و یا شکست آن، رژیم آخوندی از عواقب تلخ و آثار جام زهر گریزی ندارد.